دوستان عزیز سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من خوش اومدید امروز میخوام یکی از بهترین و مؤثرترین روش های تقویت مهارت اسپیکینگ رو بهتون معرفی بکنم اگه میخواید توی صحبت کردنتون روان باشید غلط قلوت صحبت نکنید توی ذهنتون مدام ترجمه نکنید و بتونید ساختارهای مناسب استفاده بکنید از این دو روشی که امروز بهتون یاد میدم استفاده کنید خب آقا اولش بگم که این چیزایی که میخوام امروز بگم اصلا چیزای عجیب غریب و کشف جدید و اینجور چیزا نیست چیزایی است که خیلی ساده و بدیهیه ولی من خودم به عنوان یه زبان آموز خیلی ازشون نتیجه دیدم و همه زبان آموزای خودم رو هم همیشه ترغیب کردم که از این روش ها استفاده بکنن و واقعا هم نتیجه دیدن پایه این دوتا تکنیک که میخوام امروز بهتون یاد بدم تکراره همه ما میدونیم که اگه بخوایم یه زبان خارجی رو یاد بگیریم باید کلی مطلب گوش بدیم کلی مطلبم بخونیم اینو فکر کنم دیگه همه قبول دارن شما قبول دارید همه قبول دارن امروز میخوام بهتون بگم در واقع بهتون توصیه بکنم که تا میتونید محتوای تکراری گوش بدید یعنی در واقع بیایید برای خودتون یه پلیلیست درست بکنید پلیلیست یعنی یه لیستی از محتوایی که میخواید به صورت متناوب گوش بدید مثلا توش پادکست بذارید اخبار بذارید داستان بذارید صدای سریال ها رو بذارید به صورت صوتی توی موبایلتون یا توی کامپیوترتون این پلیلیست رو داشته باشید و به صورت متناوب یعنی به صورت دوره‌ای این فایل هایی که دارید رو گوش بدید سراغ چیز جدید نرید تا یه مدتی یعنی مثلا شما ده تا فایل داشته باشید 10 تا فایل ده دقیقه بیایید یک ماه تمرکز کنید همین 10 تا فایل ده دقیقه رو هر روز به صورت متناوب گوش بدید مثلا یه روز فایل شماره یک رو گوش بدید که ممکنه یه پادکست باشه فایل شماره دو رو گوش بدید که ممکنه یه سریال باشه قسمتی از یه سریال باشه یه روز مثلا فایل شماره سه رو گوش بدید که ممکنه یه تیکه خبری باشه همین پروسه رو تکرار بکنید تا یک ماه فقط محتوای تکراری گوش بدید حالا موقع گوش دادن میتونید بعضی وقتا متوقفش کنید مثلا رو بعضی ساختارا فکر بکنید رو بعضی کلمات فکر بکنید اگه تونستید اون ساختار اون کلمه اون جمله رو بلند تکرار بکنید یا اینکه میتونید بعضی وقتا هم همینجوری فقط گوش بدید و برید جلو هدف حفظ کردن و جا افتادن یه سری ساختارها برای شماست که فقط از طریق گوش دادن محتوای تکراری ایجاد میشه اگه سطح زبانتون خیلی خیلی پایینه مثلا سطح ابتدایی تقریبا هستید میتونید از محتوای کتاب تکتیکس استفاده بکنید توی این ویدیو سری کتاب تکتیکس رو بهتون معرفی کردم و گفتم یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت لیسنینگ و همینطور برای مهارت اسپیکینگ میتونید صوتای این کتاب رو توی موبایلتون بریزید توی کامپیوترتون بریزید و اینا رو به صورت تکراری متناوب گوش بدید یه نکته خیلی مهم که من همیشه به زبان آموزا میگم و خودم واقعا تجربهش کردم اینه که زبان مثل یه ظرف میمونه تا این ظرف در واقع پر نشه و لبریز نشه شما به صحبت کردن نمیافتید باید این ظرف رو پر بکنید یعنی هی گوش بدید هی بخونید تا اینکه این ظرف این وقتی پر شد خودش لبریز میشه و شما شروع میکنید به صحبت کردن و تولید زبان البته این به این معنی نیست که تا وقتی پر نشده شما نمیتونید چیزی تولید بکنید نه ولی واقعا تا وقتی که شما حسابی گوش ندادید حسابی وقت نذاشتید روی یادگیری زبان به صورت شنیداری و خواندن نباید خیلی از خودتون توقع داشته باشید که بتونید مثل بلبل چه چه بزنید خب بریم سراغ تکنیک دوم که بازم یه تکنیک خیلی خیلی ساده است ولی بسیار موثر اینا تضمینیه بهتون تضمین میدم اگه تا سه ماه شما این کارهایی که من میگم رو انجام بدید و روزی مثلا 20 دقیقه نیم ساعت وقت بذارید نتیجه واقعا ملموسی میبینید توی این تکنیک شما باید یه متن انتخاب بکنید حالا این میتونه داستان باشه میتونه خبر باشه میتونه کتابای مثلا همین کتابای آیلتس و کتابای زبانی که دارید باشه یا هر چیزی که دم دستتون هست و به صورت بلند بلند اون کتاب رو برای خودتون بخونید روزی 10 دقیقه 20 دقیقه این کار انجام بدید فایده این کار چیه ببینید ما برای اینکه بتونیم روان صحبت بکنیم یه بخشی از مشکلات ما مربوط میشه به هماهنگی بین دهان و دندان و زبانمون یعنی چون اینا با هم ما هنگ نیستن تو زبان انگلیسی و به صداها و به کلمات انگلیسی عادت ندارن ما بعضی وقتا زبونمون نمیچرخه بتونیم خوب صحبت بکنیم این کار باعث میشه که ما سیستم آوایی خودمون رو و سیستم دهان و دندان خودمون رو به زبان انگلیسی کم کم عادت بدیم ضمن اینکه باعث میشه بعضی ساختارها رو هم چون داریم بلند بلند میخونیم به مرور ملکه ذهنمون بکنیم و حفظ بشیم من خودم این کار رو خیلی انجام میدادم و واقعا ازش نتیجه دیدم ولی تو باید اعتراف بکنم که سر دوروبریاتون هم یه کمی درد میارید Write your paraphrase or summary mainly from your own understanding of the material and from your notes rather than continuously looking back at the original text You can go back and write a more detailed summary later if you need to. پس ببینید همینجوری بلند بلند میخونید مجبورم نیستید مثل من تون تون بخونید من الان یکم داشتم تون میخوندم میتونید آرام بخونید در واقع با ریتمی که با سطح زبانتون هماهنگه من چون سال دارم مت میخونم میتونم کتاب رو باز بکنم و خیلی راحت بخونم اگرم توپق زدید اگرم چیزی اشتباه خوندید هیچ اشکالی نداره این تست نیست شما در واقع میخواید یه کاری کنید که راه بیفته حرف زدنتون پس اشتباه صحبت کردن در واقع اشتباه خوندن کاملا طبیعیه اگه تلفظ کلمه ای رو نمیدونستید سری دیکشنری بردارید تلفظش رو چک بکنید چند بار هی با خودتون تکرار بکنید تا اینکه تلفظ کلمه براتون جا بیفته و وقتی توی اسپیکینگ بخواید اون کلمه رو تولید بکنید دیگه تو دهنتون خیلی راحت میچرخه و میتونید به راحتی و روان تولیدش بکنید خب همونطور که گفتم این دوتا تکنیک رو در کنار کارهای دیگه‌ای که بهتون آموزش دادم تو ویدیوهای قبلی و خواستم انجام بدید سعی کنید سه ماه انجام بدید روزی 10 دقیقه 20 دقیقه وقت بذارید روی این دوتا تکنیک و بعد نتیجه رو بیایید تو قسمت کامنت بنویسید